با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، امیدوارم خوب و خوش و خرم باشید. آزیتا شیرازی هستم در کنار همکار خوبم رامین عزیز، خدمت شما برنامه ایرانیان فینانشال تایمز رو تقدیم میکنیم و امیدوارم که هر کجا هستید خوب و خوش و خرم باشید و از این روزهای بسیار زیبای بهاری استفاده کنید. شما خوب هستید؟ خیلی متشکرم، مرسی. با سلام خدمت بینندگان عزیز و به قول اینا ویلکام بک خانم شیرازی. خیلی ممنون. این صندلی ریاست شما رو ما یه هفته قرض گرفتیم، یه روز از خلاصه بهتون پس میدیم دیگه، این ریاست بقولن در عهده خودتون. اختیار دارید. فرمون شما بگیرید دوباره. دست شما درد نکنه، به لطف شما و زحمت شما این برنامه بسیار خوب شکل گرفته، ایرانیان فینانشال تایمز، و باعث افتخار هست که یک وبسایت بسیار کاملی که با پکیجی که به همت واقعا رامین عزیز شکل گرفت تونستیم یه برنامه رو پیاده بکنیم که نوع ادورتایزینگ و ارائه خدمات کارشناسان و متخصصین و غیره رو به بهترین وجهی به منازل شما بیاریم، چه از طریق اینترنت، چه از طریق تلویزیون، چه از طریق تلویزیون‌های 24 ساعته‌ای که برای جیلویز پخش میشه و خلاصه مجموعه کاملی است که ایرانیان فینانشال تایمز تقدیم حضور دوستان عزیز میکنه. این برنامه تلویزیونی به اسپانسری خانم دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های لس آنجلس، کالیفرنیا در حقیقت و آمریکا، در رشته خوب مهاجرت فعالیت میکنن و ایشون محبت کردن و سپانسر برنامه ایرانیان فینانشال تایمز شدن و ما استفاده میکنیم از نصایح و راهنمایی های دقیق ایشون در رابطه با مهاجرت و چقدر خوشحالم که یک وکیل خوشنامی مثل ایشون پشت این برنامه ایستادن و همیشه ما رو همراهی میکنن. دفتر ایشون در بیولی هیلز قرار داره با تلفن تماس 310-855-0992 و اگر بخواییم بهشون ایمیل بفرستید www.nedalaw.com nedalaw.com و امیدوارم که بتونید با ایشون تماس بگیرید. اگر مواردی هست که بخواییم باشون صحبت کنیم میتونید بهشون ایمیل بفرستید، وقت قرار قبلی بذارید که بتونن در اون زمان با شما صحبت بکنن، چون هر موقع که تماس بگیرید ممکن اون موقع اویلیبل نباشن و با کلاینت باشن. خب چه داریم بفرمایید و اجازه بدید من در ضمن مجددا تبریکی داشته باشم برای دکتر خشایار شجاعتی و تبریک برای خودمون که ایشون محبت کردن و ما را همراهی کردن و ما تمام نصایح اقتصادی بسیار دقیق و جامع رو از این کارشناس بسیار خوب مالی دریافت میکنیم و تقدیم حضور شما میکنیم که باشه که بتونه راهگشایی باشه برای تصمیم گیری های مالی شما و در این حال محبت کردن در تلویزیون خوب تصویر ایران، برنامه دائمی خودشون رو هم گذاشتن که سه شنبه ها ساعت 8:15 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامهشون از این کانال تصویر ایران پخش میشه. در این حال در برنامه ایرانیان فینانشال تایمز کانال 175 که ما در روی جیلویز اون رو در اختیار داریم، برنامه آقای دکتر شجاعتی پنج شنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر تقدیم حضور شما عزیزان میشه. باشه که اون نتیجه که میخواین بگیرید، مسائل خودتون رو واقعا گوش بدید و مسائل رو بررسی کنید و باشون تماس بگیرید و اطلاعات دقیق رو به دست بیارید. خیلی حرف زدم، بفرمایید. متشکرم، مرسی. هفته گذشته آماری بیرون اومد از طرف اداره کار در ارتباط با آمار بیکاری که معمولا اولین جمعه هر ماه میدن بیرون، و گزارشی که اداره کار داده بیرون بر این مبنا بود که توی آمریکا تو ماه می حدود 175,000 تا کار پیدا شده تو ماه می، ولی آن امپلویمنت از 7.5 به 7.6 رسیده، یعنی 1% بالا رفته. علتش این بوده که تعدادی که کار بیکار شدن بیشتر بود از اونی که کار پیدا کردن. بعد تو همین گزارش داره صحبت از این میکنه که کدوم رشته، کدوم بخش بیشتر کار به خودش جذب کرده. سه تا بخش اصلی هستش. یکی تو قسمت خدمات حرفه‌ای هستش به عنوان پروفشنال سرویسز هست که 57,000 تا کار توش پیدا شده. دومین جایی که کار توش پیدا شده زیاد بارز و رستوران ها هستش که حدود 38,000 تا پیدا شده، و بالاخره بخش خرده فروشی یا ریتیل هست که 28,000 تا توش کار پیدا شده. خیلی جالبه، وقتی وضعیت اقتصادی خرابه آدم انتظار داره که مثلا افراد کمتر برن بیرون غذا بخورن، ولی اینطور که پیداست، البته بار رو میتونم بفهمم ولی که از روی قصه میرن. دقیقاً شما وقتی فکر کنم بحران میاد دو کار میتونی بکنید، یا برید بشینید توی بار انقدر بخورید که بحران تمام بشه، یا برید یه اپوینتمنت بگیرید با روانشناسی که سیو بالاخره یکی دو بار ببینید. کاش با خوردن مشروب تو بار بحران تمام میشد دیگه، بالاخره نمیفهمی چجوری داره میگذره دیگه.
دیگه، خوبیش همینه. همون مگه که خودشو بزنه بوم. دقیقاً همینه. انقدر بخود نمیدونی چجوری میگذره، خلاصه روز و شب بکنی که این بحران تموم بشه. این دو تا کارو میشه کرد. درست. دلیلش هم که اتفاقاً دقیقاً همین صحبتی که میکنی، یکی از چیزایی که همیشه میره بالا توی بحران همین مسئله مشروبه. فروشش خیلی بالاتر میره. ولی رستوران چی؟ دیگه با هم میری میشینی دیگه، باید میری میشینی درداش با هم اوردر میدی تموم بشه بره دیگه، بحرانه. خلاصه اینجوریه. تو همین رابطه در ارتباط با ساعت کار که به طور اوریج توی آمریکا 23.89 دلار هست الان ساعت کار که دارن پی میکنن، خبر خوبی که هست که نسبت به ماه گذشتهش اینا لطف کردن، کمپانی‌ها یه سنت بردن روش، یعنی بالا رفته. خلاصه ما همینجوری بره فکر کنم 200-300 سال دیگه مقداری باز خوب بشه تو این مسئله. آره ما یه سنت روش ببرم خیلی جالب میشه. 23 دلار و 89 سنت اوریج ساعتی که به تو آمریکا میدن که یه سنت رفته روش نسبت به ماه گذشته. البته حتما این در مورد متخصصینه، چون اوریج میگیرن دیگه. تمام اوریج الان مینیمم ویج روی 7 خورده است، اوریج میگیرن حدود 23 دلار این گفته. بعد ساعت کاری که به صورت اوریج هست در هفته 34 ساعت نیم هست توی آمریکا. این اکثر افراد اومدن اوریج گرفتن به صورت 34 ساعت نیم در هفته کار میکنن. تو همین زمینه کشور فرانسه دوباره گزارش اومد بیرون که نشون میده توی 15 سال گذشته بیشترین بالاترین آمار بیکاری رو داشته که 10.4% بوده و فکر کنم اونجا هم مشروباش بالا میره. به باراش اتفاقا شلوغ میشه تو فرانسه. بله. بعد برای کمپانیایی که زیر 50 نفر دارن به اصطلاح اسمال بیزنس ها نشون میده که توی ماه گذشته 58,000 تا کار پیدا شده، ولی اگه بیایم از اول سال تا حالا نگاه کنیم هی داره کمتر میشه توی بخش اسمال بیزنس ها که زیر 50 نفر دارن. برای نمونه توی جنوری 106,000 تا توی این بخش کار پیدا شده، 106,000 نفر. توی فوریه اومده پایین شده 84,000 تا، مارچ پایین تر اومده 72,000 تا، اپریل بازم پایین تر اومده 49,000 تا شده، این ماه که می بوده یه خورده بالا رفته 58,000 تا شده. بازم و بالاخره اومدن مقایسه کردن که جاب مارکت برای 5 ماه اول سال نسبت به سال گذشته و دو سال قبل مقایسه کردن. سال 2013 از لحاظ کار بدتر از سال پیش بوده، یعنی توی سال 2012 از اول سال تا الان حدود 205,000 نفر کار پیدا کردن در ماه، منظورم به طور اوریج، ولی تو سال 2013 از اول سال تا حالا به طور اوریج 189,000 تا کار پیدا کردن در ماه. تازه در صورتی هستش که میگن امسال وضعیت کار و اقتصاد بهتر از سال گذشته است. آره، ولی اشکالی که به وجود اومده دو تا مسئله است. اینی که الان آمریکا افتاده به نوعی به اصطلاح چی میگن ریاضت اقتصادی، با اون یعنی عوض کرده چیزشو به قول معروف دایرکشن یا اون جهتی که داشته میره. یکی با بالا بردن مالیات ها، یکی دیگه هم به خاطری که خیلی از خدمات اجتماعی رو حذف دارن میکنن، کارا داره از بین میره. و این یکی از ایرادایی که دارن بهشون میگیرن و میگن شما تا الان خوب کار کردید، تا اینجا اومدید و حالا داره دقیقاً جایی که داره کار میکنه نشون میده که داره کار میکنه، داری تغییر جهت میدید. و میره ریاضت اقتصادی. الان اینی که شما میفرمایید، امروز اعلام شد که در کورت سیستم کالیفرنیا به خاطر کات باجتی که به وجود آمده مجبور شدن یه 400-500 تا خلاصه شغل الیمینیت شد که نتونستن اونها رو نگه دارن. خب همین اتفاق که میفته تمام این پرونده هایی که باید بره به دادگاه ها هم اونام تازه عقب میفته و کار سختتر و سختتر میشه. و بالاخره سال 2011 که بدترین سال بود تو این سه سال، حدود 178,000 تا کار در ماه پیدا شده بود که از سال 2012 و 13 بهتر بوده، بدتر بوده معذرت میخوام، ولی در مجموع میگم 2013 و 2012 بدتره تا حالای کار. ای بابا خوب میشه، خوب انشالله میشه. ما امیدوار هستیم یه... اگه نباشیم که نمیشه. چند تا بار دیگه بریم فکر کنم خوب بشه. بله بله، چند تا بار دیگه بریم درست میشه. عرضم به حضورتون میخوام 10 قلمی رو به نظر شما برسونم و در موردش صحبت کنم که زمین 10 سال گذشته، از 10 سال گذشته به این طرف بیشترین رشد رو داشتن و خلاصه آمدن بالا. شاخص CPI که Consumer Price Index هست برای این اقلام در 10 سال گذشته به طور متوسط 26% گرانتر شده و بالا رفته، ولی برای این اقلامی که داریم اسم میبریم حالا گوش بدید با دقت ببینید چه گذشته، قیمت ها بسیار بالا رفته. سوخت یا فیول، اویل و بقیه مواد سوختی که در منزل استفاده میشه 145% رفته بالا ضمن 10 سال گذشته. گازلین یا بنزین 108% رفته بالا. شهریه دانشگاه ها کالج تویشن 88% رفته بالا. هاسپیتال سرویسز، استفاده از خدمات پزشکی و بیمارستانی 85% هزینه‌اش رفته بالا.
کالج تکسبوکس، کتاب‌های درسی بچه‌ها در کالج 83% رفته بالا. تفلک خیلی از دانشجوها ترجیح میدن که به جای که کتاب بخرن، کتاب رو برن از کتابخونه بارو بکنن، برن کینکوز کپی بگیرن و اینطوری براشون ارزان‌تر تمام میشه چون نمیتونن افورد کنن. 83% کتاب بره بالا، دیگه شما خودتون حدس بزنین چطوره. مدرسه دبستان الیمنتری و های سکول، کسانی که میرن تویشن میدن اگر که مدرسه دولتی نرن، 67% رفته بالا. گوشت و فرآورده های مثل اون، بیف و ویل، 64.8%. تخم مرغ 85% از 10 سال گذشته تا حالا رفته بالا. عجب روزگاری ها. موقع گفتیم حالا یه تخم مرغ بپزیم میخوریم تموم میشه، املت هم گرون شد دیگه، املت هم نمیتونیم بخوریم. Veterinarian services، استفاده از خدمات برای سگ و گربه ها و دامپزشکی و دکترهای دامپزشک، 63% قیمت کارشون رفته بالا. و tax return preparation، کسانی که میرن و برای مالیاتتون اوراقتون رو پیش CPA یا accountant درست میکنین، هزینهش 51% رفته بالا. در نتیجه واو، آماده باشیم برای، خب البته باید هم انتظار داشت دیگه، همینطور که زمان میگذره باید همه چی فرق کنه، قیمت ها بره بالا و مسائل به این ترتیب پیش بیاد. در نتیجه یه چیز شاید نرمالی باشه، ولی خب چون وضعیت اقتصادی جهان همش خراب هست، اینا بیشتر به چشم میاد شاید. بله. نه، با اینکه ما یه سنت هم دارن روی حقوق میبرن، خب خوب میشه دیگه، انشالله این دوتا به هم دیگه میرسه. آره. از اون ور داره اینجوری میره بالا، از اون ور ما یه سنت اضافه میکنن دیگه. ما یه سنت با این دیگه همینه دیگه. بله. خب خبر بعدی که من دارم در ارتباط با یه، میگم اینجوری که شنیدید میگن آش چنان شور شد که دیگه آشپزان صداش در اومد. صحبت از این گزارش نیست، عکس و یه به اصطلاح عنوانی بود که هافینگتون پست هفته گذشته توی صفحه اولش گذاشت. صحبت هم از این قراره که اگه بدونید این روزا بخونید مقالای مثلا نشریه‌های مختلفو دارن همه اعتراض میکنن، اون کسایی که به آقای اوباما تازه طرفدارش بودن بسیار حمایتش میکردن، از این سیستم پلیسی که داره توی جامعه اجرا میکنه و اینکه کنترل میکنن تمام تلفن‌ها رو، تمام ایمیل‌ها رو، تمام نمیدونم هر چی که فکر کنید، فیسبوک و این ور اون ور. هافینگتون پست اومده بود که یه عکسی هست، اگر دوستان در اتاق فرمان این عکس داشته باشن، بله دقیقاً، عکسی هست که ترکیب شده از آقای بوش و آقای اوباما. این عکس البته توی موقعی که اون تسخیر وال استریت، اعتراضات اون موقع بود، اکیوپای وال استریت، اون خیلی افتاد سر دست همه و همه اینو نشونش میدادن، اومده اینو نشون داده و بالاش بزرگ زده جورج دبلیو اوباما و این شده به قول متن صحبت از همه روزنامه و به خصوص میگم توی نیویورک تایمز هم حتی یکی دو تا مقاله اعتراض خیلی شدید داشتن با آقای اوباما به خاطر همین مسئله پلیسی کردن جامعه و کنترل و شنود مکالمات تلفنی و ایمیل و این چیزا اینجوری. حالا تو این زمینه صحبت از آقای بوش انتظار داشتم ولی از آقای اوباما انتظار نداشتم. حالا اتفاقا میگم ببین، اونا باید فکر امنیت ملیشون هم باشن. شاید آخه امروز بحث جالب دیگری بود رامین جان، میگفتن که شما به دولت اعتراض میکنین، همین گوگل و فیسبوک و اینها خیلی دقیق تر با جیمیل و غیره، 50 میلیون کاربر جیمیل هست در آمریکا، اینها تمام این داستان شما رو که چه کار میکنین، چی مینویسی، همه رو استور میکنن و دارن، کجا در چه لوکیشنی قرار داری، از کجا داری استفاده میکنی از این سیستم، تمام اینا مثل که درست یه بیگ برادر داره شما رو واچ میکنه، فرقی نمیکنه. حالا با این تفاوت که وقتی دولت میخواد بیاد از شما یک اطلاعاتی رو بگیره، باید بره از دادگاه یک کورت اوردر بگیره، اینا که کورت اوردر هم ندارن، راحت دارن اطلاعات همه آدما رو به دست میارن. سر اعتبار مسئله فیسبوک، ما دو سه تا مورد گزارش هست که توی تلویزیون ایرانی هم فاینانشال تایمز پخش میکنیم. یه گزارش که خود من خوندم، صحبت از این میکنه که یه نفر اومده بود توی به اصطلاح برای کارهای تکسش، حالا صحبت از تکس کردید، اومده بود گفته بود که من کامپیوتر خریدم برای بیزنسم و اومده بود تکسی داک کرد و به عنوان مخارج بیزنسیش در آورد، بعد رفته بود اداره مالیات توی فیسبوکش اینو در آورد بود که نشون داده بود که این از طرف مادرش گرفته اون هدیه، مثل یه کامنتی اونجا زده که مثلا من امروز از اینو از طرف مادرم گرفتم، اومدن جریمهش کرده بودن. یعنی بخواد میگم اینقدر دقیق همه چی میرن توی فیسبوک، اگه کامنتی زدید اگه چیزی، همه اینا رو در میارن و بسیار باید مواظب باشی توی این زمینه. بله، اصلا در این حال این فیسبوک تبدیل شده به فوزول بوک و تمام مسائل زندگی افراد زیر ذره بین قرار میگیره و خودتون رو به گونه هر کدومو که داریم استفاده میکنیم اکسپوز میکنیم به خیلی مسائل مختلف. ولی به هر ترتیب دنیای
امروز است و مسائلش هم نمیشه کنار گذاشت. قرن 21 خوش آمدید. بله. چند وقت پیش یه دونه یه به اصطلاح برنامه بود، گزارش بود، تهیه شده بود که تلفن ها رو اگر باتریشو آتش در نیاری و تلفن آن باشه، اینا با یه سیستمی میتونن حتی تمام شنود شما رو گفته شنود شما رو تمام داشته باشن، حتی پایین یه ساختمان بلند بیستن و تمام اینها رو بشنون که شما دارید با کسی چی صحبت میکنید، توی میتینگ هستید تلفن رو میزه میتونن بفهمن که چه خبره. یعنی اینقدر این مسئله رفته جلو که آدم فکر کنه هر لحظه یه چیزی داره یه جا آدمو مراقبت میکنه و میبینه و خیلی هم بدتر و بدتر شده، بدتر هم میشه متاسفانه. بله. خب حواستون باشه دیگه، همیشه لباساتون خوب بپوشین، مرتبی که داره واچ میکنه. خب اما سریع من در مورد این بگم که خیلی از ما بچه هامون دارن الان میرن دانشگاه با پولی که از دولت قرض میکنن و شهری خودشون پرداخت میکنن. چه رشته هایی رو خوبه که انتخاب بکنن بر اساس آماری که اعلام شده که به نفعشون هست و ارزش این پول قرض کردن رو داره، و چه رشته هایی ویست آف مانی هستش و در مدت زمان طولانی بعد پول رو برگردونن. بهتریناش یکیش ادورتایزینگ هست، در رشته ادورتایزینگ که سالری درآمدش 107,950 دلار هست و پی آف لونش در 6 سال انجام میشه. بعد اکانومیست سالریش 91,860 هست، پیافش در 7 سال انجام میشه. سیویل انجینیر سالریش 79,340 هست، پیافش در 8 سال و نیم انجام میشه. اما بدترین ها ویترینین، باورتون میشه همون دامپزشکی و به عنوان دامپزشک رفتن و درس خوندن، 84,460 دلار سالریش هستش، پیافش 28 سال طول میکشه. شهریه یعنی اونقدر گرونتر هست که کاور نمیکنه اینو. اما بهتون یک خوشخبری بدم که مارکت داره تغییر میکنه و 36% تا مدت زمان نه چندان دور به میزان استفاده از این سرویس اضافه خواهد شد. در ضمن به عنوان گزارشگر یا ریپورتر اگه برین در ادامه تحصیل بدین، سالریش 37,090 دلار در سال هستش که لونتون 32 سال طول میکشه پی آف بکنین ازش بگذرید. و بالاخره مریج اند فامیلی تراپیست هستش که یه عالمه پول هزینه دانشگاهی میدید ولی 46,670 دلار اوریج سالری سالانه اونها هستش. اما بازم بهتون بگم اگه همینطور ادامه پیدا بکنه، امروز ممکنه زیاد پول در نیارین، سال 2020 اینقدر مردم احتیاج به استفاده از این مریج کانسلر خواهند داشت که 41% نیاز بالا میره و اون موقع کارتون درست خواهد شد. خب فکر میکنم رسیدیم به قسمتی از برنامه که بریم و به سخنان خانم دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، در رابطه با مسائل عمده و مهم مهاجرت گوش بدیم و بعد برمیگردیم خدمتتون و در حقیقت شما برمیگردید همراه با مصاحبه خواهیم داشت با دکتر محمد صمیمی در ارتباط با مسائل ایران. بسیار عالی. پس ادامه برنامه با ما باشید و در خدمتتون هستیم. خیلی ها عقیده دارند که مهاجرت به آمریکا کار مشکلی است. بله، می تواند مشکل باشد. اما هر مشکلی می تواند آسان شود، به شرطی که به دست متخصص آن کار سپرده شود. دکتر ندا زمان راه مهاجرت به آمریکا را برای شما هموار می کند. دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. مهاجرت از طریق کار، فامیلی، پناهندگی، جلوگیری از اخراج از آمریکا، ویزای نامزدی و ازدواج، گرین کارت و سیتیزنشیپ. دکتر ندا زمان در بیورلی هیلز 310-855-0992 و 310-855-0993.